پیامد حضور کمرنگ مردم. تمدید یک ماهی زمان ثبت نام در مرکز ولایت. به این خاطر مدتی تمدید میشه تا که برای مردم فرصت داده شود که حق قانونی خود که برای اونا حضور کمرنگ مردم کمیسیون مستقل انتخابات را به گرفتن این تصمیم واداشته است. روی آوردن مخالفان مسلح به جنگ نرم در افغانستان. And in that regard, the Taliban recognizes they cannot. جیمز ماتیس میگوید طالبان و دیگر هراس‌افگنان انتقام شکست‌هایشان در میدان‌های نبرد را با انتحار و انفجار در شهرها می‌گیرند. تلاش برای تغییر تدریجی حکومتداری در کشور. سرور دانش این تلاش‌ها را گامی به سوی نهادین اساسی تدریجی دموکراسی در کشور می‌داند. شیوه حکومتداری و تصمیم‌گیری در امور عمومی آهسته آهسته و به تدریج از حالت بسته به حالت باز تحول می‌یابد. و واشنگتن در حال وضع کردن تحریم‌های بیش از پیش بر ایران. کاخ سفید تحریم‌هایی که پیش از برجام بر ایران وضع شده بود را بسنده نمی‌داند. با نام خدا، سلام و عصرتان بخیر. به خبر 5:30 از یک خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت ها را یک ماه دیگر تمدید کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند همزمان با این روند ثبت نام رای دهندگان از تاریخ 25 ماه جاری در مرکز ولسوالی ها نیز آغاز می شود. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهد که آن شمار نامزدان احتمالی که پیش از زمان قانونی کارزارهای انتخاباتی را انداختند و تذکره جمع‌آوری دارند از حق نامزدی محروم می شوند. در آستانه پایان یافتن مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت ها، امروز کمیسیون مستقل انتخابات این روند را برای یک ماه تمدید کرد. حضور کمرنگ مردم در این روند دلیل اصلی تمدید آن در مرکز ولایت ها گفته شده است. حضوری که نصف آنچه تعیین شده بود گفته می شود. قابل یادآوری است که ثبت نام تنها برای انتخابات پارلمانی نیست، بلکه برای انتخابات آینده‌ای که در کشور انجام می شود، ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی هم یک اساس از که بنابرای ثبت نام انتخابات آینده هم برگزار می شود. همزمان با این قرار است تا 5 روز دیگر مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولسوالی ها نیز آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات اما به آن شمار نامزدان احتمالی هشدار می دهد که پیش از زمان قانونی کارزارهای انتخاباتی راه انداختند و شناسنامه جمع‌آوری و یا خریداری دارند. ثبت نام های تکراری در مراکز رای دهی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات شناسایی می شود. در حالت تکرار ثبت نام این اشخاص از حق رای دهی محروم و پیگرد قانونی قرار می گیرد. بر بنیاد واپسین آماری که کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا کنون بیش از 1,600,000 تن در این روند ثبت نام کردند که کمتر از نصف آنان زنانند. مبارزات انتخاباتی قبل از وقت مجاز نبوده، کاندیدان باید از آن جلوگیری کند و در حالت تخلف از حق کاندیداتوری محروم خواهد شد. همچنان خرید و فروش تذکره ثبت شده مجاز نمی باشد و از ارگانهای امنیتی خواهش است که از این جدن جلوگیری نماید. بر بنیاد تقویم قبلی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده بود، قرار بود تا 3 روز دیگر مرکزهای ثبت نام در شهرها بسته شود. اما حالا روشن نیست که با تمدید این روند آیا شمار ثبت نام کنندگان بر رقمی که تعیین شده خواهد رسید یا نه، و آیا تأثیری بر زمان برگزاری انتخابات نخواهد داشت.
41% ثبت نام کنندگان در ولایت هرات بانوان هستند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات میگویند به پیمانه ای که انتظار می رفت مردم تا هنوز در روند ثبت نام اشتراک نکردند. ولایت بادغیس نیز شاهد حضور کمرنگ بانوان در مراکز ثبت نام رایدهی است و تا حال در این ولایت 1400 زن کارت رایدهی گرفتند. تا کنون در هرات 69604 نفر در مراکز کارت رایدهی ثبت نام کردند که از این میان 41% آن را بانوان تشکیل می دهند. شماره از بانوان که در ولایت هرات نام نویسی کردند، اشتراک بانوان در پروسه رایدهی را در تعیین سرنوشت سیاسیشان مؤثر می دانند. آنان از سایر بانوان می خواهند تا با اخذ کارت رایدهی نقششان را در روند انتخابات پررنگ تر انجام دهند. بنون خانم میخوام شرکت کنم در انتخابات و چون نصف جامعه افغانستان خانوما هستن و خانوما باید در انتخابات سهم بگیرن و شرکت کنن. فکر میکنم این حق مسلم و مکلفیت هر افغان هست که به انتخابات شرکت بکنه. نه تنها به خانوما حتی به آقایون هم توصیه میکنم و به همه شهروندای افغانستان که به انتخابات شرکت بکنن، چون حق اونا هست که در سرنوشت کشور خود دخیل باشه. بانوان باید در انتخابات جهت سرنوشت خیش، تعیین سرنوشت خیش اشتراک کنن، به خاطر که خانومان نمی از قشر جامعه ان، باید در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشن. بانوان هرات در حال بر اهمیت اشتراک خانم ها در روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تاکید دارند که در ولایت بادغیس تا اکنون تنها 1400 بانو نام نویسی کردند. رئیس امور زنان ولایت بادغیس دلیل اشتراک پایین بانوان در روند اخذ کارت رایدهی را نداشتن تذکره و استیکرهای نصب شده در عقب تذکره ها می دانند. فکر می کنم که این پروسه نسبت به سالهای قبل خیلی به کندی پیش بره و کسی شاید هم نیان در قسمت ثبت نام کارت برای خود بگیرن، چرا که مشکلی که این بار پیش روی ما شده که اینا باید تذکری اصلی با کارت اول تذکری اصلی با خود داشته باشن، بالاخره نام خود ثبت کنن و کارت رایدهی زمینی تذکری اصلی باید باشه. میبینیم که ولایت بادغیس اکثریت خانواده برادرها خود جنا تذکره ندارن. از سوی هم بانو شیرزاد میگوید که آنان روند آگاهی دهی درباره اشتراک بانوان در روند انتخابات را آغاز کردند. از زمان روند ثبت نام رای دهندگان در ولایت هرات تنها 6 روز باقی مانده است. مسئولان کمیسیون های انتخابات در حوزه غرب میگویند آنچنان که انتظار میرفت مردم در گرفتن کارت رای دهی سهم نگرفتند. در حدود 41% خانم ها ثبت نام کردن و 59% آقایان است که یک آمار نسبتا چشمگیری است. اما در کل هنوز هم به او پیمانه که ما توقع داریم ثبت نام صورت نگرفت. با وصف این که نگرانی ها در حوزه غرب کشور به خاطر اشتراک کمرنگ خانم ها وجود دارد، با آن هم 41% از اشتراک کنندگان در پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت هرات خانم ها هستند. اما مردم در حوزه غرب به خاطر اشتراک بیشترشان در پروسه ثبت نام خواهان تمدید این پروسه هستند. فرهاد جویا، تلویزیون 1 هرات. وزیر دفاع آمریکا میگوید که طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان به جنگ نرم روی آوردند. جیمز ماتیس میگوید که طالبان در میدان‌های نبرد شکست خوردند و می‌خواهند با راه‌اندازی حمله‌های انتحاری در شهرها انتقام بگیرند. همزمان با این، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بر تجهیز و آموزش بیشتر نظامیان افغانستان تعهد می‌سپارد. گزارش می‌بینیم از سجاد محمدی. کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را فراخوانده است. شماره از قانونگذاران آمریکایی از وضعیت بد امنیتی افغانستان انتقاد میکنند و میپرسند چرا خشونت ها و حمله های انتحاری طالبان و دیگر گروه های هراس افغان در این کشور افزایش یافته است.
حملات انتحاری و خشونت‌ها در افغانستان به ویژه کابل افزایش یافته است. گزارش اخیر سیگر هم از وضعیت بد افغانستان پرده برداشت. حکومت افغانستان کنترل تنها 67% خاک این کشور را در اختیار دارد و شورشگری در این کشور هم رو به افزایش است. پس حضور فعلی و آینده ای امریکا در افغانستان چگونه خواهد بود و شما چه راهکار جدی را برای موفقیت راهبرد نظامی امریکا در افغانستان روی دست دارید؟ اما وزیر دفاع امریکا تایید میکند که افغانستان در یک وضعیت دشوار قرار دارد و کشورهای عضو ماموریت حمایت قاطع با پشتیبانیشان از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه میدهند. جیمز ماتیس تاکید میکند که طالبان در میدانهای نبرد شکست خورده و اکنون با راه اندازی حمله های انتحاری در شهرها میخواهند انتقام این شکست ها را بگیرد. پیشرفت‌ها و خشونت‌ها در افغانستان با هم ارتباط مستقیم دارند. طالبان این را درک کردند که نمی‌توانند از طریق انتخابات و صندوق‌های رأی به پیروزی دست یابند. به همین دلیل این گروه به حمله‌های انتحاری و انفجاری و خشونت‌ها رو آورده است. هم‌اکنون طالبان به یک نوع جنگ نرم رو آورده و می‌خواهد از این طریق به نوع خودشان را پرقدرت جلوه دهند. همزمان با این، وزیر دفاع امریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور بر افزایش شمار مشاوران نظامی امریکایی و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان تاکید دارند. کشورهای عضو ناتو به ویژه امریکا برای بلند بردن توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان مشاوران پیشرفته نظامی به این کشور خواهند فرستاد تا این نیروها به ویژه نیروهای ویژه ارتش ملی را در میدان‌های نبرد و نیز مشوره دهی پشتیبانی کنند. بر اساس راهبرد نظامی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا امسال ما نیروهای امنیتی افغانستان را در امر مبارزه با هراس‌افکنی بیشتر تجهیز و آموزش خواهیم داد و هر چیزی که این نیروها نیاز داشته باشند را در اختیار آنان قرار خواهیم داد. این در حال است که گروه طالبان و داعش در هفته‌های اخیر حمله‌هایشان را در کابل و ولایت‌ها افزایش دادند. در روزهای اخیر طالبان ولسوالی‌های کوهستان بدخشان، تاله و برفک بغلان و بلچراغ فاریاب را در اختیار خودشان درآوردند. هرچند بعدتر ولسوالی‌های کوهستان و بلچراغ دوباره به کنترل نظامیان افغانستان درآمد. در کنار این، در یک هفته گذشته طالبان و داعش چندین حمله خونبار انتحاری و تهاجمی را در کابل انجام دادند. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که شیوه حکومتداری و تصمیم گیری در افغانستان از حالت بسته به گونه تدریجی به حالت باز در حالت تغییر است. سرور دانش در مراسم گرامی داشت از هفته جهانی دولتداری باز میگوید که این تغییر نشان میدهد که حاکمیت قانون و نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در کشور است. گزارش میبینیم باز هم از سجاد محمدی. اینجا از هفته جهانی دولتداری باز از سوی کمیته قوانین کابینه و نهادهای جامعه مدنی بزرگ داشت می شود. معاون دوم ریاست جمهوری یکی از شاخصهای دولتهای باز را این گونه به معرفی می گیرد. در جامعه باز دولت باید در برابر مردم مسئول و پاسخگو باشد. و روند اداره جامعه باید دارای مکانیزم‌های سیاسی شفاف و حسابده باشد. حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از مردم خود پنهان نمی کنه، بلکه در همه سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و پالیسی سازی ها مردم را شریک می گردانه و در مشوره و گفتگو با مردم تصمیم می گیره. آقای دانش می گوید که در افغانستان نیز شیوه حکومتداری از حالت بسته به حالت باز در حال دگرگونی است. امروز برای همه ما بسیار جای مسرت و خرسندی است که در کشور ما شیوه حکومتداری و تصمیم گیری در امور عمومی آهسته آهسته و به تدریج از حالت بسته به حالت باز تحول می‌یابد.
این حالت نمادی از حاکمیت قانون و نشانه از نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در کشور ماست. مونږ سره لدی چې د پرانیست دولتداری اصول ته دولت ژمنتیا هرکلی کوو، دا هم باید ووایو چې که چیرې غواړو چې د پرانیست دولتداری په پوره معنا په افغانستان کې پلي کړنو ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي. اولنی دا چې لا پر وړاندې ګامونه نور هم واخیستل شي. در همین حال وزارت عدلیه میگوید که مشارکت عامه در طرح قوانین یکی از شاخصهای دولت‌های باز است. از همین رو این وزارت طرح قانون طی مراحل اسناد تقنینی را تنظیم کرده و در کمیته قوانین کابینه به بحث گرفته خواهد شد. عدم مشارکت عامه در طی مراحل اسناد تقنینی موجب میشه تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های شهروندان و جامعه مدنی در قانونگذاری در نظر گرفته نشود و این باعث می‌گردد که قوانین پاسخگوی نیازمندی های عامه نبوده و تطبیق آن با چالش مواجه شود. معاون دوم ریاست جمهوری در حال از رفتن افغانستان به سوی دولت‌های باز سخن می‌زند که برخی منتقدان سیاسی حکومت وحدت ملی را به گرفتن تصمیم‌های یکجانبه بدون در نظر گرفتن خواست شهروندان متهم می‌سازند. یکی از این نمونه ها آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی از سوی رئیس جمهور غنی است که حتی رئیس اجرایی نیز با این روند مخالفت کرده و آن را نشان دهنده رفتن افغانستان به سوی بحران خوانده است. سلام دوباره بیننده ادامه مهمترین ها از یک هستید. پنجمین سمپوزیم زنان امروز در کابل به پایان رسید. هدف امسال این سمپوزیم افزایش نقش زنان در مسئولیت های شهروندی، مبارزه با تبعیض‌ها در جامعه و خشونت بود. زنان از ولایت‌های دوردست کشور در این برنامه شرکت کردند، بعد دیدگاه‌هایشان را در زمینه چگونگی سهم‌گیری در روندهای ملی ارائه کردند. برگزار کنندگان این سمپوزیم میگویند قرار است پس از این اینچنین سمپوزیم‌ها به گونه حوزوی در ولایت‌های کشور نیز برگزار شود. گزارش می‌بینیم از نرگس اورخش. 4 روز پیش سمپوزیم زنان افغان اینجا در کاخ ریاست جمهوری گشایش یافت. کسی که کاری نیک کرده است به سود خود کرده است. با حضور رئیس جمهور غنی و بانوی نخست کشور. در 3 روزی که این سمپوزیم ادامه داشت، زنان از ولایت‌های مختلف و به ویژه ولایت‌های دوردست و جنگ زده به کابل آمدند و در آن اشتراک کردند. به هدف آگاهی یافتن از مسئولیت‌های شهروندیشان و چگونگی سهمگیری در روندهای ملی کشور. پس از 3 روز، نهادهای برگزار کننده این برنامه آمدند تا نتایج کارشان را با مردم شریک سازند. سال تصمیم گرفتیم که چون زن و مرد در یک جامعه زندگی می کنند، به همین ترتیب که مردها این شهروندان مسئول هستند و باعث مسئولیت پذیر باشند، زنها هم به این ترتیب شهروندان مسئول محسوب می شوند و به می اساس ما برای 3 روزی سمپوزیم دایر کردیم که بسیار به موفقیت پیش رفت. پنلست هایی داشتیم که در بخش های مختلف صحبت هایی داشتن، به طور مثال مسئولیت یک شهروند یا حقوق یک شهروند چیست، در موضوع محیط زیست و همزیستی مسالمت آمیز، در مورد از اینکه نقش زنان در مسئولیت های شهروندی چی می باشه. وزارت زنان برگزاری این برنامه را در افزایش نقش زنان در بخش های مختلف مهم می داند و تاکید می کند که قرار است این برنامه به گونه حوزوی در ولایت های کشور نیز برگزار شود. مو پروسه کال د خځو چارو وزارت یو سمپوزیم په شمالي ولایتو کې درلود او یو سمپوزیم د جنوب غرب په زون کې درلود. چې دا سمپوزیمونه دواړه موږ ته یو ډیره ښه تجربه وه. ادامه د دغه مرکزي سمپوزیمونه وه. دغه سمپوزیم چې نن دلته د 3 ورځې مخکې دایر شو، د 2 په ادامه به موږ ځینې موضوعات راټول کړل، روان خستل او موږ په د 6 کال په پلان کې موږ په شرق کې او په غرب کې سمپوزیمونه په پلان کې لرو چې انشاءالله په هغو کې به داخل کړو. در کنار این، برخی نهادهای دیگر هم برای گسترش این برنامه و عملی کردن آن در روستاهای کشور اعلام آمادگی می کنند. اداره مستقل ارگانهای محلی متعهد است که
قطعنامه‌ای که در نتیجه سمپوزیوم ارائه شد او را به تمام زنان افغانستان میتونم بگم به تمام شهروندان مسئول از طریق مسئولین محلی که شامل والیان، ولسوالان، چاروالان و وکلای محترم شورای ولایتی هستند او را ارائه بدن. همچنین اداره مستقل ارگانهای محلی متعهد است که نتایج از قطعنامه را که ارائه شد و تطبیق او را در سطح محلات به صورت ربوار به دفتر بانوی اول ارائه بکند. نخستین سمپوزیوم زنان در سال 2013 در آمریکا برگزار شد و پس از آن این برنامه از سوی بانوی نخست کشور در افغانستان نیز برگزار شده است. سال گذشته این برنامه با شعار زنان پیام‌آوران صلح برگزار شد و امسال با این شعار: زنان افغان شهروند مسئول، حکومت پاسخگو و جامعه سالم. در بیرون از افغانستان هم هفته آینده تحریم ها بر ایران بازگردانده می شود. سخنگوی کاخ سفید می گوید که در کنار برگشت تحریم های قبل از برجام، تحریم های بیشتر تازه نیز علیه تهران وضع می شود. همزمان مشاور امنیت ملی امریکا اعلام کرده که شرکت های اروپایی زمان اندک در اختیار دارند تا ایران را ترک کنند. آمادگی ها برای برگرداندن تحریم ها بر ایران. کاخ سفید اعلام کرده است که هفته آینده روند برگرداندن تحریم های قبل از توافق برجام بر ایران آغاز می شود. سخنگوی کاخ سفید می گوید که امریکا در نظر دارد در کنار تحریم های گذشته بر ایران تحریم های تازه نیز بر این کشور وضع کند. خود را مسئول می داریم تا 100% مطمئن شویم که ایران تسلیحات هسته‌ای ندارد و تا وقتی مطمئن نشویم از طریق تحریم های بزرگ به ایران فشار حد اکثری خواهیم آورد و تحریم های بیشتری بر ایران وضع خواهد شد. رئیس جمهور امریکا سه‌شنبه شب با اعلام خروج امریکا از برجام گفت که تمام تحریم‌های قبل از توافق برجام به زودی علیه ایران برخواهند گشت. با آنکه کشورهای اروپایی طرف توافق با ایران بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام اعلام کردند در صورتی که ایران در برجام پابند باشد از این توافق خارج نخواهند شد، رهبر ایران گفت بر تعهدات کشورهای اروپایی نیز چندان اعتماد ندارد. در همین حال مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا می گوید تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام پیش درآمد جنگ با ایران نیست، اما به شرکت های اروپایی هشدار داده است که زمان محدود در اختیار دارند تا معاملات بازرگانی با ایران را متوقف کنند. تصمیم ترامپ تحریم های واشنگتن که پیش از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال شده بود را بار دیگر برقرار می کند و شرکت‌های اروپایی هم تنها زمان محدود در اختیار دارند تا برای خارج شدن از برجام تصمیم بگیرند. جان بولتون میگوید که واشنگتن در حال کار روی برنامه جایگزین برجام برای فشار بر ایران است. واشنگتن با مذاکره با متحدان اروپاییش از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پیگیری فعالیت‌های منطقه‌ای ایران ادامه می‌دهد. بنابراین ما ابراز امیدواری می‌کنیم همان گونه که واشنگتن تحریم‌های ضد ایرانی را بازگرداند، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های ضد ایرانی خود را مجدداً علیه تهران اعمال کند. سه‌شنبه شب دونالد ترامپ با اعلام خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که تمام تحریم‌های هسته‌ای ایران را بازگردانند. اما فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بلافاصله پس از اعلام تصمیم رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این اتحادیه به توافق هسته‌ای با ایران پابند است. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌های حمایت خود را از برجام اعلام کردند. روسیه و چین نیز گفتند که همه روابط با ایران را حفظ خواهند کرد. در بخش ورزش هم دومین روز از رقابت‌های بالنگ جام زعفران امروز در ولایت هرات با حضور بانوان ادامه یافت. در لالیگا هم شب گذشته بارسلونا به پیروزی رسید و ریال مادرید در برابر حریفش تن به شکست داد که از ظاهر نوری بیشتر می‌بینیم. دومین روز از رقابت‌های بالنگ جام زعفران امروز با حضور ورزشکاران دختر در ولایت هرات آغاز شد. در این پیکارها 15 دختر ورزشکار در قالب 3 تیم 5 نفری برای یک روز با هم رقابت کردند. مسئولان فدراسیون بالنگ حضور بانوان را در این رقابت‌ها سودمند می‌داند و قرار است از میان آنان چهره‌های برتر برای تیم دختران زون غرب گزینش کنند.
از برگزاری تورنمنت ما در هرات کاملا راضی هستم. فدراسیون میلی بولینگ افغانستان با تلاشی است که سه چهره برتر از هرات شناسایی بکنه و اینا بتونن با رقابت‌های بیرون مرزی شراکت بکنن. با این حال بانوان شرکت کننده در جام زعفران برگزاری مسابقات را مؤثر می‌دانند و برای بلند رفتن سطح کیفیشان و مروج شدن بیشتر ورزش بولینگ در حوزه غرب مفید تلقی می‌کنند. این یک بازی است که واقعا خیلی دلچسبه و این زمینش خوب شد که به هرات هم برگزار شد. واقعا خیلی رشته خوبیه، رشته تفریحیه، هم رشته است که ما خانوما میتونیم بازی مکان بیاییم. امید موفقیت، به امید اینکه اینا بعد از اینکه از هرات این برنامه را آغاز کردم و نماینده ها ما به مرکز برم و از اونجی به جام جهانی هم شرکت کنم و صدای زنان خود افغانستان در سطح جهانی باشه. در مسابقات امروز لالا هوتن با کسب 115 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. روما کاکر با 84 امتیاز در مکان دوم و سهیلا با 79 امتیاز رتبه سوم را در اختیار گرفت. مهمترین ها در عصر پنجشنبه همین قدر بود. ممنون از همراهیتان با یک بقیه شبتان خوش.